نماسته، به کانال الناجیگا 360 خوش اومدین. امروز میخواییم با همدیگه یوگای صبحگاهی روز ششم انجام بدیم. حالا اگه آماده هستیم بیاین روی متتون و این بار میخواییم از حرکت child pose یا همون حرکت بچه شروع کنیم. ببینید خیلی آهسته بیاین روی دستا و زانوهاتون، زانوها رو بیشتر از لگنتون باز کنین، انگشتای بزرگ رو به هم بچسبونین، انگشتای شست رو، و خیلی آهسته بشینید روی در واقع لگنتون رو خم کنید، بشینید عقب. شاید که بتونید پیشانی رو بزنین روی متتون. اگر پیشانی نمیرسه اشکالی نداره، میتونید حتی همونطور که میبینید آرنجاتون رو زمین بذارین. تمرکز ما تو این حرکت بچه ها در واقع قسمت لگن و کشاله های ران هستش. پس چند تا تنفس اینجا هستیم، دم و بازدم. یک دم و بازدم دیگه. دوباره یک دم و بازدم دیگه. و بعد وقتی آماده هستین بیایید به حالت در واقع میز یا همون حرکت تیبل تاپ و با هم دیگه شروع میکنیم. دم میگیرید، سینه رو باز کنید، بازدم، پشتتون رو خم کنید. دم، بازدم، دوباره دم و بازدم، دفعه آخر دوباره دم، سینه باز، بازدم. و بعد یه مقدار لگنتون رو به صورت دورانی بچرخونید، دم و بازدم. حالا ما این حرکات رو اسمش رو گذاشتیم یوگای صبحگاهی، ولی شما میتونید هر موقع از روز این حرکات رو انجام بدین، لزوماً فقط برای صبح نیستن. دم و بازدم. دستاتون رو یه ذره بیارین جلوتر، خم میشید به سمت جلو، ببینین قفس سینه باز، شکم باز به سمت جلو، بازدم، بشینید به حرکت child pose. دم بگیرید، بیاید بالا، دوباره سینه باز، بازدم، حرکت child pose. دم بگیرید، بیاید بالا، دوباره برید جلو، بازدم، حرکت child pose. یک بار دیگه دم، میرید جلو و بازدم، حرکت child pose. دوباره دم میگیرید، میریم جلو و بازدم. یه مقدار بدن رو میخواییم از این طریق ما گرم کنیم. میایید بالا، دوباره حرکت تیبل تاپ. اگر زمینتون سفت هست حتما زیرش زیر زانوهاتون مثلا یه پتو یا یه بلانکتی رو قرار بدین. اگر که زمین خب فرش یا نرمه مشکلی نداره. حالا زانوتون رو ببینید، زانوی راستتون رو به صورت دورانی میچرخونید، انگار یه دایره دارین با زانوتون میکشین و در واقع از لگن شما حرکت میکنیم. دوباره دم، این کار 5 بار تو هر طرف انجام بدین. حالا برید طرف مقابل، دم، یعنی اون یکی پا، بازدم، حداقل 5 بار و بازدم. و از همینجا برید روی پنجه پا. قبل از اینکه بریم به سگ سرپایی میخوایم یه مقدار بدن رو گرمتر کنیم. ببینید زانوها رو چند سانتیمتر یا حالا چند اینچ از زمین جدا کنید. همینجا چند تا تنفس بگیرید، دم و بازدم. اگه سخت بود بذارید زمین، دوباره یه بار دیگه بریم بالا، دم و بازدم، اینجا نگه دارید و بعد پاها رو به پشت اتاق فشار بدید، یه مقدار فاصله ایجاد کنید، دستاتون رو روی زمین سفت قرار بدید و یه مقدار پشت پاها رو کشش بدید. ببینید همین حرکت پلکانی یا پدل کردن که قبلا هم ما توی ویدیوهای روزهای قبل راجبش صحبت کردیم. دم و بازدم، دم و بازدم. پس اینو بدن پاها رو به پشت اتاق فشار میدید، دم و بازدم. حالا یه بار دیگه بیایید به حالت
تیبل تاپ یا همون میز یه حرکت دیگه رو برای دست ها انجام میدیم. دست چپتون رو بیاریم وسط، یعنی بین دو دستتون، با دست راست میچرخید و ببینیم بالا تنه من داره میچرخ، یه دایره میزنید بذارید رو زمین، دوباره سمت چپ، بعد در واقع بالا تنه میچرخه، 3 4 5 6 7 8 9 آخرین بار 10 و بعد از همینجا دوباره برید روی پنجه پا و میریم به سگ سر پایین، داونورد فیسینگ داگ. یه دم عمیق بگیرید، بازدم رها کنید، حرکات تو بدنتون احساس کنید و بعد پاها رو خیلی آهسته بیارید جلو. میرسید به دست ها، دم بگیرید، قفس ببینید دو طرف بدن رو کش میدین، یعنی بالا تنه رو صاف میکنید، دست ها روی ساق پا، بازدم رها میکنید به سمت زمین و بعد اینجا یه مقدار یعنی هستیم. دست هاتون رو میتونین از جلو به هم آرنجا رو قلاب کنید همین شکلی که میبینید و اجازه بدید پشت پاهای مقدار کشش پیدا کنه. تصور کنید که رانها، یعنی داخل رانها داره به سمت پشت اتاق میچرخه از داخل، دم و بازدم. و من پیشنهاد میکنم، ببینید باز من این رو دیروزم تو ویدیو دیروز گفتم، که یه مقدار خم رو زانوهاتون داشته باشین، فشار زیادی به کمرتون نمیاد اینجوری. دم و سر رو رها کنید به سمت زمین، حرکت اوتاناسانا به زبان سانسکریت، دم و بازدم رها میکنید دستا رو به سمت زمین، دست رو میزنید به کمر و میاد به حالت ایستاده و از همینجا با هم دیگه دستا رو دوباره میچرخونید به سمت آسمون، دم، شکم رو بدین داخل، بازدم میاد توی قفسه سینه، یک بار دیگه دم، بازدم میاد توی قفسه سینه. با هم دیگه چند تا کششی رو انجام بدیم، پاها موازی هم دیگه، ببینید در واقع دو دست ها میاد بالا، حالا دست راست یعنی میچرخید بدن رو خم میکنید به سمت راست خودتون، دست چپ میاد با شما، دوباره میاد وسط، دم میگیرید، با بازدم میریم اون طرف. و چیز نکته که مهمه اینه که ببینید از کمر میخواین خم بشین، شما نمیخواین که ببینید نمیخواین لگنتون بره این بر، لگن رو صاف بالای پاهاتون نگه دارید، فقط از کمر خم بشین، دم، بازدم، دوباره دم، بازدم، دم، بازدم، یک بار دیگه دم و بازدم. حالا دست ها رو میانید پشتتون و از همینجا خب یه حرکت دیگه این که پاها رو یکم خم کنید، یه مقدار پاها رو بیشتر از لگن باز کنید، دست هاتون رو از پشتی قلاب کنید و بعد دست ها رو صاف کنید، بالای شانه ها رو رول کنید به پشت اتاق، دم، با بازدم یه مقدار خم بشید به سمت جلو، دوباره همون حرکت اوتاناسانا که سر رها میکنیم به زمین و شاید بتونید دستاتون رو به سمت آسمون ببرید. اگه دست ها نیامد و اینجا بود اشکالی نداره، باز هم شما حرکت رو انجام بدید، دم و بازدم، باز هم به پشت پاهاتون متمرکز باشید، یک دم و بازدم دیگه و دو پاها فشار بیارید بیاد به حالت ایستاده، دست ها رها کنید، جلوی متتون، مت یوگاتون بیستید، از همینجا پای راست رو بذارید عقب، میریم به حالت جنگجو شماره 2. اگه یادتون باشه ما اینها رو رو ویدیوهای قبلی توضیح دادیم و سری ویدیوهای مبتدی اینها رو خیلی خوب توضیح دادیم. جنگجو شماره 2، پای جلو رو خم کنید تا جایی که زانو روی پای جلو باشه، دست ها صاف، پس دست چپ همسو با پای جلو شما، دست راست همسو با پای عقب شما، در واقع سینه باز، یه دم بگیرید میرید عقب، به این میگن جنگجوی برعکس. با بازدم دست چپتون، یعنی ببخشید آرنج سمت چپ بذارید روی زانوی سمت چپ و دست راست بره بالا. ما این حرکت رو تو چند روز قبلی انجام دادیم، یه مقداری میخوام این حرکت رو من میام عقب‌تر، میخوام یه مقدار این حرکت رو الان پیشرفته‌ترش کنیم. اگر براتون امکانش بود یا چه انگشت نوک انگشتتون رو بذارین رو زمین داخل پای چپ، یعنی کنار
قسمت درونی، قسمت داخلی پای چپتون رو زمین. اگر آجر یوگا دارید از آجر یوگا استفاده کنید، خیلی میتونه کمک کنه. ببینید من دستامو گذاشتم رو آجر یوگا، در واقع هنوز پای جلوی من خم هستش، پس میخوام بهتون بگم که این حرکت رو میشه عمیق‌تر کرد. دست راستتون رو بیارین کنار گوشتون، همونطور که میبینین گوش من رو الان، من ببینید دست راستم که بالا به آسمون بود آوردم سمت گوشم، در واقع داره به سمت جلو تا یه حدودی اشاره میکنه. به پاهاتون قوی فشار بیارید، یک دم و بازدم دیگه و بعد دوباره بیاد بالا، پای جلو رو صاف کنیم. یک بار دیگه میخوایم بریم حرکت مثلث. اگه یادتون باشه حرکت مثلث ما وزن رو میدادیم به پنجه پای جلو. ببینید من دوباره از لگن خم میشم و دست میره روی ساق پا یا روی آجر، حالا هر کدوم که دارید. دست راست میره بالا و بعد دست راست رو بیارید کنار گوشتون. وقتی میارید کنار گوش باید طوری دست قرار بگیره که انگشت کوچیکه به سمت زمینه و انگشت شست شما چرخیده به سمت آسمون. یه مقدار چرخش پس توی این بازو وجود داره، تو آرم یعنی تو دستتون. یه دم و بازدم دیگه. دم و بازدم رو ترجیحاً از بینی انجام بدین. دم و بازدم اوجایی که حالا من بیشتر راجبش توضیح میدم، فعلا شما فقط از بینی انجام بدین. و بعد خیلی آهسته بیایید به حالت ایستاده، پای جلو رو خم کنید. میخوایم بریم به حرکت، یه حرکتی که توش ما در واقع بالانس داریم. حالا یا میتونید دوباره از آجرتون استفاده کنید، اگر یه صندلی دارید میتونید از صندلی استفاده کنید، اگر هم نمیتونید از نوک انگشتان. ببینید خیلی آهسته، آجر من افتاد. ببینید خیلی آهسته شما میایین یه مقدار پای عقب میکشین جلو، وزن رو میارین رو پای جلو، دستتون یا آجر رو جایی قرار میدین که انگشتاتون یا مچ دستتون زیر شونه پای جلو باشه. و بعد وقتی که آماده هستید، حالا میگم از صندلی هم میتونید استفاده کنید، پای عقب رو خیلی آهسته میارید به میارید بالا. یعنی این به این حرکت میگن آردا چاندراسانا به زبان سانسکریت یا هفت مون. و اینجا چند تا تنفس هستیم، میتونید دست بالا رو به سمت آسمون ببرید. برای اینکه تمرکز بیشتری داشته باشین یه نقطه رو پیدا کنید و به اون نگاه کنید. دم و بازدم دیگه. خیلی آهسته بشینید به دوباره عقب. حالا میتونید با این تیکه ویدیو چندین بار تمرین رو انجام بدین و هیچ اشکال نداره. اگه تعادلتون خوب نیست به مرور هی بهتر میشه. و بعد بیاید به حالت وسط و از همینجا میخواییم بریم قسمت راست. در واقع ببینید من دوباره همین کنم، پای راستتون میچرخه به سمت راست خودتون، پای چپ میچرخه، انگشتای پای چپ میچرخه به سمت باز سمت را به سمت راست یعنی جلو ولی گوشه. و بعد پای راست رو خم میکنید تا جایی که زانو میاد روی پاشنه پا. ببینید زانوتون رد نشه از پاشنه، زانو روی پاشنه پا قرار بگیرید. بعد دوباره حالا اگر آجر دارید حتما بیارید، اگر نمیتونید بدون آجر هم انجام بدین، پس پا رو خم میکنیم. حالا شاید من این طرف رو بدون آجر انجام بدم، خب یه مقدار تعادل سخت‌تر میشه، ولی دست ها باز. پس اول حرکت جنگجو، پا رو قوی نگه دارید، دم بگیرید برید عقب، با بازدم میایین جلو. و بعد حالا به جای اینکه یادتون باشه قبلا ما آرنجمون رو میذاشیم رو زانوی پای راست، حالا به جای اینکه اون کارو بکنیم میتونید نوک انگشتاتون رو بذارین رو زمین، یه مقدار بیشتر خم میشیم. یا اگه آجر دارین از آجر استفاده کنید. حالا دست بالا رو بیارید همسوی گوش بالا. ببینین اگر این حرکت براتون سخت بود همون روش قبلی رو انجام بدین که اینجا هستش. اگر دیدین براتون راحت تره میتونین بیان اینجا. اینو من فقط میخوام بگم که شما آپشن دارین، میتونین که هر کدوم براتون راحت تره انجام بدین، ولی به مرور میتونین هی تمرینتون رو پیشرفته تر بکنید. اگه خواستین با این ویدیو چندین بار تمرین کنین و بعد مثلا بیاین تو این حرکت. و بعد به پای جلو فشار بیارین، پای جلو رو صاف کنید. ببینید برای حرکت مثلث وزن میره روی پنجه پا. دوباره ببینید الان من دارم خم میشم از لگن. تصور کنید یکی دستتون رو داره میکشه به سمت جلوی اتاق و بعد دستتون رو میذارین روی ساق پا، دست چپ میره بالا، دم و بازم. دست بالا رو بیارید کنار گوشتون، دم و بازدم. اگه به زانوتون داره فشار میاد حتما سعی کنید بیشتر وزن رو بدین به پنجه پاتون، یعنی حتی در حدی که بتونین پاشنه رو بلند کنین. میبینین منو اگه بخواین. دم و بازدم.
یادتون باشه انگشت کوچیکه باید به سمت زمین باشه رو دست چپ، انگشت شست به سمت آسمون. یه دم و بازدم دیگه، بیاید بالا، پای جلو رو خم کنین و بعد میریم به حرکت هفت مون یا آرچاندراسانا، همون حرکت بالانسی که انجام دادیم. ببینید من خیلی آهسته دارم وزنم رو شیفت میدم به سمت پای جلو. حتی من اتفاقا چه جالب، اینجا یه چیزی دارم، یه سطح مسطحی که بالاتر از یه بالاتر از زمینه. میتونید شما با این تمرین رو شروع کنید. ببینید میتونید یه صندلی یا یه دونه مثلا یه چیزی باشه مثل مبل، حالا هر چی، دستتون رو اون بزنید و پای چپو بیارین بالا، پای عقب رو. اگر براتون بعد از یه مدت دیدین خب این آسون شده، اون موقع مثلا بیاین دستو بذارین رو زمین، چون مسلما این حرکت یه مقدار خب سخت‌تر میشه. دست و من ببینید خود من کف دستو نمیذارم، حتی انگشتا رو گذاشتم. دست چپ میره به سمت آسمون، پای عقبو پاشنه کنید. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم فلکس، پاشنه رو بدین بیرو. شاید من بهتر باشه به جای کلمه فلکس خیلی وقتا بگم پاشنه. دم و بازدم، یه دم و بازدم دیگه، آهسته پای جلو رو خم کنید، دوباره میشینیم به جنگجو شماره دو. بچه این حرکت حرکت پیشرفته ایه، یعنی حرکت آسونی خیلی نیست، ولی تمرین میخواد. یعنی اگه دفعات اول دیدین نمیتونین، خودتون رو میگن نوازین، با صندلی انجام بدین به مرور حقا. و حتی اگه پاتون به اندازه لگن بالا نیومد، هر چقدر که بالا اومد کافیه. و بعد از همینجا دو تا دست ها رو بیارین رو زمین. ببینین میریم به حرکت پلانک، یادتون باشه پلانک رو، زانوها رو بزنین زمین. قبل از اینکه بریم کامل روی شکممون، 5 تا دونه حرکت شنا انجام میدیم. 1 2 ما میخوایم بدنمون رو قوی نگه داریم. 3 4 و 5 و بعد بیاد پایین روی شکم، پاها رو در واقع بیاید پاها رو پنجه کنید، یعنی پوینت کنید، پنجه کنید، دست ها رو قلاب کنید پشتتون، یه دم بگیرید، دست ها رو بکشید، سینه رو باز کنید و پاها رو هم اگه خواستید آپشن دارید بیاریم بالا. حرکت شالاباسانا، بیاییم پایین، دست ها رو بذاریم بغل سینه، به دست ها و زانو فشار بیارید، بیاید به حالت میز یا همون تیبل تاپ، زانوها رو یه مقدار بیشتر باز کنید، شست ها به هم بچسبه و بشینید دوباره به حالت چایلد پوز. دوباره مثل اول کلاس میشینیم به حالت چایلد پوز. دم و بازدم، پس حرکت چایلد پوز، حالا تنفس اوجایی، در واقع تنفسی است که از دم و بازدم از بینی انجام میشه و دم یعنی هوا میره داخل بینی و میره به ته حلق و گلو، از اونجا دوباره بر میگره به بینی و میاد بیرون. و شما ممکنه یک صدای تنفس خودتون رو بشنوید مثل این حالت. ببینید همچنان تمرکز کنید روی لگنتون و بعد آهسته بیاید به حالت نشسته. یک بار یک کششی برای پاها انجام میدیم. اگر براتون امکانش هست کف پاها رو به هم نزدیک کنید و حرکت باترفلای یا به زبان سانسکریت میگن بادا کناسانا، یا همون فکر میکنم حالا نمیدونم به فارسی میشه پروانه، ولی حالا میتونید شما به همون کلمه اسم سانسکریت هندیش یاد بگیرین، بادا کناسانا. بچه ها همینجا یه مقدار کشش داخل، سعی کنید، چیزی که مهمه تو این حرکت اینه که سعی کنید پشتتون رو صاف نگه دارید. یعنی اگر که مثلا پشتتون خیلی خمه این کار نمیکنه، تا اونجا که میشه سینه رو صاف، بالا تنه رو صاف نگه دارید. حالا اگر براتون خیلی این حرکت آسون بود، یه مقدار دستاتون رو بذارید زمین و خم به جلو، ولی اگر آسون نبود همچنان همینجا بیستید، یعنی همینجا باشید، بذارید که رو بدنتون کار بکنه. ببینید ما خیلی از حرکات یوگا حرکاتی نیستن که ما خیلی اکتیو داریم توش حرکت میکنیم، خیلی حرکات شاید ساده‌ای به نظر بیان ولی داره رو بدن خیلی کار میکنه. پس یادتون باشه شکمو بدین با داخل، کمر صاف، دم و بازدم. حالا پاها رو باز کنیم یه بار دیگه، ببینین حرکت اوپاویستا کناسانا به زبان سانسکریت. ببینین من حرکتو به صورت وی شیپ، پاها رو باز کردم، پاها رو پاشنه کنید یا همون فلکس کنید، یعنی ببینین پاشنه پا رو دادم بیرون و بعد خیلی آهسته. آها باز دوباره همون قانون رو ما اینجا داریم، میخوایم بالا تنه رو صاف نگه داریم.
اگر خیلی داره کشش میاد اینجا داخل، دستاتون رو بذارین بغل باسنتون رو زمین، کف دست ها رو، و فقط سعی کنید بالا تنه رو صاف نگه دارید و دیگه حرکت دیگه ای انجام ندین. اگر دیدین این براتون خیلی آسونه، که میگم اصولا تعداد کمی از افراد هستن که این حرکت خیلی براشون از همون ابتدا آسون باشه، میتونین اون وقت یه مقدار خم به جلو بشین، یه مقدار کشش رو بیشتر کنین. ولی خب من مسلما میگم شما با احتیاط بیشتری انجام بدین، لزومی نداره که خیلی از همون ابتدا بخواید به خودتون فشار بدین. نوک انگشتای پاها به سمت آسمون، ترجیحاً زانوهاتون باید توی راستا باشه با نوک انگشتا. نوک انگشتا بیرون یا داخل نباشه. دم و بازدم. یک دم و بازدم دیگه. و بعد با کمک دستاتون پاها رو بیارین جمع کنین. ببینید جلوتون بذارین پا رو، دستاتون رو بذارین پشتتون. پاها رو بیشتر از عرض لگن. میخوایم حرکت برف پاک کن. اینو ما توی فکر میکنم ویدیو شماره یه روز، یعنی صبحگاهی روز 2 یا 3 داشتیم. خلاصه ما تو این تمرینات خیلی از حرکات بچه تکرار میشه، ولی مهم اینه که شما بدونین که چجوری انجام میشه و اینکه چی میگن اون تأخم، اینکه کی انجام میشه، یعنی کدوم اول انجام بدین اون خیلی مهمه. و بعد اینکه وقتی حرکات پیشرفته تر میشن، ما تو حرکات یوگا بیشتر میمونیم، طولانی تر میمونیم. و بعد حالت چهارزانو راحت و آسون بشینین، یکم گردنتون رو تکون بدین، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. حالا سمت چپ و راست، دم و بازدم. و بعد دیگه ویدیو امروزمون تموم میشه. امیدوارم که به دردتون بخوره. یادتون نره برام کامنت بذاری، منتظر روز بعدی بمونین و اگر سابسکرایب نکردین حتما تو کانال من سابسکرایب کنین و با دوستاتون شیر کنین. نماسته.